سعید سلطانپور، معلم، شاعر، کارگردان، بازیگر تئاتر، سناریو نویس، منتقد ادبی و اجتماعی، مبلغ و مروج اندیشه های سوسیالیستی و فدایی خلق در سال 1319 در سبزوار متولد و در 41 سالگی در اوج خلاقیت توانایی های هنری و اجتماعی در تاریخ 27 فروردین ماه 1360 در مراسم جشن عروسیش دستگیر و در 31 خرداد ماه 1360 به جرم عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق ایران و دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و توده های محروم و تحت ستم و برای زهر چشم گرفتن از جنبش انقلابی توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. سعید سلطانپور انسانی با فرهنگ، با مطالعه، پرکار، پربار، صمیمی، صادق، فعال و رادیکال بود. از سعید سلطانپور مجموعه با ارزشی از اشعار، سناریوها و نقد ادبی اجتماعی به جای مانده است که از آن جمله‌اند صدای میرا، آوازهای بند، از کشتارگاه، نوعی از هنر، نوعی از اندیشه، ایستگاه، حسنک، ریشه های تئاتر و نگاهی به نمایش در ایران، عباس آقا، کارگر ایران ناسیونال و مرگ بر امپریالیسم. ناگفتنی است که بخشی از آثار سعید سلطانپور که به شکل دست نوشته باقی بود در هجوم نیروهای فرهنگ ستیز اسلامی از بین رفته است. یاد و خاطره سعید سلطانپور گرامی باد. شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، خواهران، برادران، سلام. عضو کانون نویسندگان ایران هستم و با حس استقلال اندیشه خود و پذیرش تمام مسئولیتان از پایگاه کانون نویسندگان ایران با شما حرف میزنم و برایتان شعر میخوانم. تا کنون 4 کتاب از من چاپ شده است. صدای میرا اولین مجموعه شعرهایم در سال 47 اجازه انتشار یافت ولی بلا فاصله پس از انتشار جمع شد. کتاب نوعی از هنر، نوعی از اندیشه، تحلیلی درباره هنر و ادبیات به ویژه تئاتر هرگز اجازه انتشار نیافت. تنها به جرم نوشتن آن مدتی در بازداشت به سر بردم. کتاب حسنک، نمایشنامه‌ای بر بنیاد تاریخ بیهقی، تاکنون اجازه انتشار نیافته است. کتاب آوازهای بند که تنها به جرم سرودن آن 3 سال در بازداشتگاه‌ها و بندها به سر بردم و چون دیگران عقوبت‌های نابجای و وحناور کشیدم منتشر نشده است. 2 هفته پیش کتاب صدای میرا که در سال 47 تنها به بهانه چند صفحه جمع شده بود اجازه مشروط یا گفتند انتشار این کتاب آزاد است در صورتی که 21 صفحه را بردارید، یعنی در شعر اما در تئاتر. انجمن تئاتر ایران را در سال 47 بنیاد نهادیم. نمایشنامه های دشمن مردم از ایستن، چهره های سیمون ماشار از برشت را کارگردانی کردم و نیز نمایشنامه انگل را که کارگردان مشترک آن بودم. تمام نمایشنامه هایی را که اجرا کردیم همه و همه اجازه نامه رسمی وزارتی داشتند. اصلا چرا؟ ولی همه و همه مورد غضب از ما بهتران بودند. ماه پیش نمایشنامه مونسترا را برای اجازه به اداره تئاتر سپردم. تازه چندی پیش نامه ای را روی پرونده این نمایشنامه دیدم
که بر اساس آن پروانه این نمایشنامه صادر خواهد شد. نوشته بودند اجرای نمایشنامه در صورتی که کمیته اجرایی اداره تئاتر بر اجرا نظارت داشته باشد آزاد است. می‌دونید اجرای نمایشنامه در صورتی که آزاد نباشد آزاد است. این دیگر سانسور در سانسور است. به تئاتر شهر رفتم، 4 نمایشنامه برای اجرا پیشنهاد کردم، از برشت، از روبلس، از گورکی و نمایشنامه حسنک. در جاست نمایشنامه مهر باطل خورد، نمایشنامه دیگر در چنگال بررسی. تازه اگر پروانه نمایش بدهند سالون نمیدهند و در عمل تمام اجرا را سانسور میکنند. میگویند از این پس چنین نخواهد بود و ما میگوییم امیدواریم، شاید مجبور باشید چنین نباشید.